سلام دوستان، عطر و بوی این گل محمدی کامل تقدیم به شما. الان نیمه بهاره و فصل گل محمدی. امروز اومدم باغ یه مقدار گل محمدی بچینم و از اونها شربت درست کنم. معمولا از گل محمدی که گلبرگ‌های شیرین داره شربت و مربا درست میکنم. برای داشتن گلبرگ‌های تمیز و عاری از هر گونه شته و گل و خاک به لینکی که این بالا میذارم توجه کنین تا طریقه صحیح شستشو کردن گل‌های گل محمدی رو ببینین. 1.5 لیتر آب رو گذاشتم جوش بیاد. به محض اینکه جوش اومد، گلبرگ‌های شسته شده که آب اون هم کامل رفته رو داخل این قابلمه می‌ریزم. یه مقداری اونها رو در آب جوش قوطه‌ور می‌کنم و بعد در قابلمه رو با دمکنی میپوشونم و روی قابلمه میذارم. این برای مدت 24 ساعته. بعد از 24 ساعت همینجور که میبینین رنگ گلها کاملا رفته و غیر از رنگشون عطر و بوی اونها هم به آب منتقل شده. حالا صافش میکنم. ببینین اگر گلبرگ هاتون تلخ مزه هست، زیاد این گلبرگ ها رو فشار ندین که تلخی اون خارج نشه. اما اگر گلبرگ هاتون شیرینه، هیچ ایرادی نداره که اونها رو فشار بدین تا کامل آب اون گرفته بشه. این هم از آب شربتمون. حالا آب رو توی قابلمه می‌ریزم. یک و نیم لیتر آب داشتیم، 1.5 کیلو شکر و 350 گرم گلبرگ. زمانی که گلبرگ ها رو جدا کردین از گلها، شستین و خوش شد، اون وقت بکشین. من 350 گرم گلبرگ داشتم. میذارم کامل بجوشه. طبق معمول تمام شیره ها و شربت هایی که تا حالا درست کردیم، گاهی با آب لیمو و فرچه اونو دورگیری میکنم که شکرک نزنه. ببینین رنگ اصلی خود این شربت به این شکله، مثل یک چای خیلی 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 کم رنگ. اما یه مقداری باید رنگ اون به صورتی بزنه. من یک قطره رنگ مجاز خوراکی بهش اضافه میکنم. شربتمون باید اونقدر بجوشه که غلظت لازم رو بگیره. دوباره رنگ شربت رو امتحان میکنم. این رنگ همون رنگیه که باید باشه و میدونین که بعد با آب ترکیب میشه و کم رنگتر هم میشه. حالا که دیگه اواخر پختمون رسیده و شربتمون به غلظت لازم رسیده، نصف قاشق چای خوری جوهر لیمو بهش اضافه میکنم. غلظت اونو میتونین به این شکل امتحان کنین. وقتی بین دو انگوش میکشین، باید یه حالت نخ بین دو انگشت به وجود بیاد. و حالا با غلیظ شدن شربت اونو از روی حرارت بر می‌دارن. بعد از سرد شدن میتونین از اون برای روزهای گرم تابستان استفاده کنین. یه شربت خوب
خوشمزه، خوشرنگ و عالی، مخصوصا با طعم گل گلاب، تقدیم به همه شما دوستان عزیز. خدا نگهدارتون.